وطن من. فیروزه‌ای، خاکی، این عصاره فهم هنرمند ایرانی است از آب و خاکش. کویر آینه است، همه چیز را معکوس می کند. آبی دریا وارونه بر فراز سرت و آسمان طلایی خورشید سوزان در زیر پایت. کویر با چشماندازهای وسیع و بی‌نظیرش افقی بیکران رو به چشمهای ما هدیه میده. برعکس شهر که به هر طرف نگاه میکنی دیواره و تقریباً چیزی به اسم افق وجود نداره. اینجاست که روح از قفس تنگ شهری در میاد و نفس تازه میکنه و همینجاست که همه احساسات بلند آدم قوت میگیره. نفس باد مسیحایی است. کوه زنده می شود. باد چون مقربان خدا با اشاره سرانگشتان کوه رمل را زنده می کند. صبحگاهان این سوی دشت است و عصرگاهان در آن سوتر. اینجا جماد هم عاشق است و بر سر پا راه می رود. کویر ابوزیدآباد بخشی از بیابان بزرگ بندریگ در شمال ابوزیدآباد و شمال شرقی کاشانه. این کویر جزئی از شهرستان آران و بیدگل در استان اصفهانه. مردم این ناحیه به گویش بیزوی صحبت می‌کنند و ابوزیدآباد رو پایتخت گویش‌های محلی ایران نامگذاری کردند. بروکناتی نه هیچ چیزی نمی‌دونید. بروکناتی زمین تشنه ها. اویای بارونم دا بارونی دست خدا داشتی. دست بنده داشتی. انجه سیازگاه ها پاله گرده داری. 3 کیلومتری دیگه تمام مردم ایرو بگن داوتک رو بگن انجه بیننه یوی باصفویه. فرهنگ مردم این منطقه جزو مهمترین جاذبه های گردشگری اون محسوب میشه. اهالی ابوزیدآباد قدمت این منطقه رو حدود 900 سال تخمین میزنن. وجود قلعه ها و آثار تاریخی فراوان در این محدوده گواه این مدعا است. انگشتان سترون زمین از خاک بیرون آمدند تا زائران کویر را خوش آمد گویند. این بوته ها و درختک ها با همه خشکی گواهند بر حضور حیات در این برهوت. کاروانسرای شاه عباسی ابوزیدآباد، واحه‌ای در سینه کویر. کاروانسرای شاه عباسی ابوزیدآباد با قدمتی بیش از 4 قرن متعلق به دوران صفوی است که با پلانی مربع شکل در یک طبقه ساخته شده. ارتفاع دیوارهای این کاروانسرا به 8 متر میرسه و با مساحتی در حدود 2000 متر مربع شامل 17 غرفه و سکوست. این کاروانسرای 4 ایوانی دارای 8 بارو، 4 استبل و یک اتاق مهمانیه که در گذشته برای نشیمن رؤسای قبایل به کار میرفته. حوضی که وسط حیات این کاروانسرا قرار گرفته مثل سنگی فیروزه‌ای بر رکاب انگشتری زرد جلوه میکنه. کاروانسرای شاه عباسی ابوزیدآباد به علت قرار داشتن بر راه‌های اصلی کاشان، یزد و اصفهان در گذشته دارای اهمیت بسیار زیادی بوده و تا 60 سال پیش شتربانان از یزد، اصفهان و شهرهای دیگه در این کاروانسرا اتراق می‌کردند. چشم‌ها را ببند، خودت را پرت کن در یک سد پیشترک. در حیات کاروانسرا بارها روی هم تلمبارند و گردن شترهای نشسته در میان بارها به این سو و آن سو جنبان. گوش بسپار، میشنوی صدای زنگ شترها را، قلقله کاروانیان خسته و از راه آمده را، صحبت‌های مفهوم و نامفهوم جماعت اتراق کرده را. چه تنهایی که اینجا خستگی را گذاشتند و خود از پس سالها گذشتند. چه حکایت‌ها و نقل‌های شبانه برگرد آتش که این دیوارها از آدمیان شنیدند تا درازی شب لختی کوتاه‌تر شود. و حالا تویی و این حیات خالی، گویی هیچ اثری از این هیاهو نبوده، نه انسانی، نه اشتری و نه باری، تنها سکوت و تنهایی. خانه‌های تاریخی ابوزیدآباد یکی از منابع با ارزش معماری ایرانه که در بافت این روستا هنوز رنگ و بویی از هویت غنی این شهر رو با خودشون همراه داره. اینجا هم آستان امامزاده عبدالله ابن علی و امامزادگان اسحاق و اسماعیل از فرزندان امام موسی بن جعفر علیه السلام، جایی که پناهگاهی معنوی برای مردم ابوزیدآباد به حساب میاد. برای رسیدن به کویر ابوزیدآباد از این مسیر استفاده میکنیم: کاشان، جاده ابوزیدآباد، علی آباد، ابوزیدآباد. بهترین زمان سفر به این منطقه اوایل بهار و پاییزه. اینجا از ماشین سواری در میان ماسه ها تا شتر سواری همه جور تفریحی برای شما مهیا است. این سفریه که علاوه بر جاذبه های تاریخی، آرامش و هیجان رو هم براتون به همراه میاره. اینجا ابوزیدآباد، پایتخت گویش‌های محلی ایران.